مهمان من اولین شناگر زن ایرانی تاریخ المپیکه، دختری 18 ساله که برای رسیدن به آرزوها و اهداف خود مسیرش را تغییر داد و به تیم ملی شنای آذربایجان پیوست. شناگری که می‌خواهد با ممارست و تمرینات سخت به مدال طلای المپیک برسد. با قصه زندگی مریم شیخ علیزاده در این گفتگوی ویژه همراه شوید. مریم شیخ علیزاده، اولین زن شناگر ایرانی تاریخ المپیک، خودت بگو وقتی این عنوان رو میشنوی چه احساسی داری؟ خیلی خوشحالم و واقعا خیلی خوشحالم از اینکه تونستم این عنوان رو کسب کنم و هدف اصلی من اینه که به عنوان یک دختر ایرانی بتونم در سال المپیک 2024 پاریس طلا رو برای کشورم به دست بیارم. برگردیم به کودکی، جایی که علاقه‌مند شدی به شنا. بگو چه شد که به شنا اصلا علاقه‌مند شدی؟ از کجا شروع شد؟ چند سالت بود؟ خب من شنا را از 3 سالگی شروع کردم و موقعی که مهد کودک می‌رفتم، حالا به عنوان یه اردوی تفریحی، یک بار مربیمون ما رو به استخر بردن و وقتی که ما شروع کردیم به حالا یه ذره شنا کردن، مربی من به مادرم گفتن که این بچه خیلی شجاعه و دریه و عذاب نمیترسه، برای هم میتونه شنا به راحتی یاد بگیره و تقریبا یه سال طول کشید که من شنامو یاد گرفتم و در اونجا وقتی ری رفت آمد میکردم خیلی از آدم خب من اونجا شناخته بودم و رابطه خیلی خوبی داشتیم و خیلی هم من رو دوست داشتن و اونجا یک لقبی به من داده بودن به عنوان ماهی کوچولو، به خاطر اینکه هر دماغگیری یا هر عینکشنایی میافتاد به خاطر اینکه شجاع بودن میرفتم میآوردم و خیلی حس خوبی داشتم. اولین مسابقه که رقابتی بود شرکت کردی کجا بود که مسابقه بود و فکر کردی که اینجا باید برنده شم؟ اون حس رقابت در زنده شد. اول مسابقه من 6 سالگی برگزار شد و فکر کنم در ماده 5 متر سینه یا 5 متر کرال پشت بود، دقیقاً یادم نیست. موقعی که مسابقه برگزار شد 5 متر مونده به خط پایان، یعنی 5 متر مونده به اینکه فینیشمو انجام بدم، وایستادم و چون خب اولین تجربه ام بود، تجربه خیلی خاصی نداشتم، وایستادم و با مادرم بای بای کردم، گفتم که من رسیدم، مثلا گفتم من فینیش کردم و من اول شدم. اما وقتی که وایستاده بودم تمام رقیبامو از من جلو زدن. میتونم بگم تو مسابقه از اول نه ولی آخر شدم، ولی خیلی گریه کردم به خاطر اون مسابقه، به خاطر اینکه واقعا خیلی تلاش کرده بودم. خب اول مسابقه هم بود، خیلی هیجان داشتم و به خاطر گریه‌هایی که اونجا کردم مدیر استخ و حتی مربی اومدن تشویقم کردن، انگیزه دادن و خیلی جایزه‌های زیادی دادن به من تا بتونم برای مسابقات بعدی انگیزه‌مو از دست دادم و تلاش کنم تا انشالله بتونم مقام بیارم. یعنی یه تجربه شد که تو مسابقات بعدی دیگه بدونی 5 مونده نباید بای بای کنی با کسی، باید برسی به خط پایان رو، به قول معروف اون فینیش رو انجام بدی. اما تو مسابقات بعدی که رفتی کجا بود؟ اونجایی که مقام‌های کشوری آوردی، مدال گرفتی و رکورد زدی، یه خورده پله پله بریم جلو، بود مرحله بعد کجا بود؟ چی شد که اصلا تصمیم گرفتی تیم ملی بری و شناگر ملی پوش ایران بشی؟ خب اول مسابقات کشوری من فکر کنم در شهر نیشابور برگزار شد و مسابقات متعددی داشتم، اصفهان، تبریز، شیراز. در اولی مسابقه هم فکر کنم یه دونه طلا تونستم کسب کنم و در مسابقاتی که برگزار شد در مسابقات بعدی مقام قهرمان قهرمانان رو کسب کردم چندین بار و در آخرین مسابقات هم که در تبریز برگزار شد، مسابقات بین‌المللی بود، تونستم 13 تا رکورد ملی که رکورد خودم بود دوباره جابجا کنم. این مسابقات بین‌المللی که در تبریز شد خیلی الان میخوام بدونم، چون ما صحبت میخوایم در این رابطه که اصلا چرا اومدی آذربایجان، به دلیل اینکه نمیتونی مسابقه جهانی بری. اون مسابقات بین‌المللی در چه سطحی بود، چه کشورهایی بودند و چطور در ایران برگزار شد؟ شما لباس عادی شنا هم پوشیده بودید، درسته؟ بله، لباسی که ما برای دهین مسابقه داشتیم، مسابقه میدونم لباس عادی شنا بود که
البته اون لباس هم خیلی لباس گرونی هست، ولی ما تقریبا کشورهایی که در چه کشورهایی بودن؟ تا جایی که یادمه تقریبا فکرم 4 تا یا 5 کشور اومده بودن، سوریه بودن، عراق بود و آذربایجان و ارمنستان اومده بودن که من در اونجا تونستم در ماده 100 متر کرال سینه اولین بانویی باشم که زیر 1 دقیقه شنا کنه و واقعا خیلی هم سخت بود. 13 تا رشته خیلی سخته که شما فرض کنید این 13 رشته رو باید هر رشته رو 3 بار شنا کنی، یعنی 3 بار مسابقه بدی، ولی خدا رو شکر رکورد خیلی خوبی هم اونجا زدم و مقام های خوبی کسب کردم. همونجا شد که مورد توجه آذربایجانی ها قرار گرفتی و خواستن تو رو در واقع منتقل کنم به کشور خودشون، دعوت کردن از تو و این اتفاق افتاد. اما قبل از این بیایم آذربایجان که قصه طولانی هم داره، میخوام در مورد ایران صحبت کنیم. دختر بودی، شناگر بودی، میدونستی که شنای ایران نمیتونه در رقابت‌های جهانی شرکت کنه، اما رویا و آرزوی المپیک داشتی. اولین باری که فکر کردی ای کاش من در المپیک بتونم حاضر بشم کی بود؟ یه خاطره برام تعریف کردی که برای بینندگانم بگی میتونه جالب باشه. خب من موقعی که بچه بودم جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و یک خاطره خیلی خوبی واقعا داشتم در اون زمان که موقعی که جلوی تلویزیون بودم و تماشا می‌کردم مسابقات 2016 بود، المپیک 2016، و به مادرم گفتم که واقعا میشه یه روزی هم من بتونم در این مسابقات شرکت کنم و ایمان داشتم که به همچین روزی برای من هم اتفاق میفته، ولی نه به این زودی. و به خودم انگیزه دادم و هدفامو دنبال کردم و همچنین هیچ وقت تسلیم نشدم. درسته خب بعضی از موقع خیلی از ورزشکارا این حس براشون پیش اومده که دیگه نمیخوان ادامه بدن به خاطر اینکه تمرینا سنگین بوده، یا خیلی وقت شده واقعا دوستان اصلا تمرین کنن. برای منم این حسا پیش اومده، ولی دوباره همشون رو کنار گذاشتم به خاطر اون هدفی که داشتم، اون آرزویی که داشتم، و دوباره دنبال کردم آرزوامو. پیام تو برای دختران دیگری که دارن تو رو میبینن و فکر میکنن که خب مریم شیخ علیزاده شناگر شد، مطرح شد، در المپیک حاضر شد، پیام چی؟ اونا چی کار باید بکنن به نظرت؟ پیام خوبی که برای دختران سرزمینم دارم این که به خودشون ایمان داشته باشن. درسته خب بعضی از مانع‌های مشکلاتی در کشور ما وجود داره، ولی خب هر تلاشی که هر هدفی که انجام میدن به نظر من خدا یک مسیری رو بالاخره یه روزی براشون در یه جایی قرار میده. براشون آرزو دارم که یه کمچین شرایطی که برای من به وجود اومد، یه فرصتی که برای من به وجود اومد بشه، برای یعنی این فرصت برای تمام دختران سرزمینم هم به وجود بیاد. یعنی در خود ایران شرایطی فراهم بشه که اونا بتونن شناشون رو ادامه بدن و بیان در مسابقات جهانی بدرخشن. یعنی نمیخوام بگم که من مثلا خیلی آدم زحمت کشی هستم و اینا، ولی واقعا برای رسیدن به اینجا هم خیلی زحمت کشم. حتی موقعی که توی ایران بودم این مسیری که ما مثلا منظرمون قبلا در پردیس بود و من از پردیس بله من از اونجا تا با مترو یا با اتوبوس با مادرم میمدم تمرین تهران، یا حتی خیلی وقتا میشه که ما کرجم تمرین میرفتیم و ساعت 12 شب برمیگشتیم، و خیلی وقت شده که من توی مترو درس خوندم و انقدر خسته میشدم که از راه برگشت از تمرین به خونه دیگه توی ماشین خوابم میگرفت و واقعا دیگه میخوابیدم تا صبح که بتونم مدرسه برم، و خیلی وقتا صبح زود به خاطر امتحانایی که داشتم از خواب بلند شدم ساعت 4 صبح، و دوباره به خاطر شرایط سختی که هست در ایران خب توی تابستون خب تمرین کردن خیلی سخته، با روسری، با حالا یک پوشش خاصی. اون موقع بدنسازی میکردم، میدویدم به خاطر اینکه بعضی از امکاناتو نداشتم واقعا، یا در بعضی از شرایط مثلا مثل استخر یا بدنسازی واقعا امکانات برای من ایجاد نمیکردن تا من برم تمرین کنم. یا حتی بعضی مواقع ما پدرم خیلی منو حمایت کردن، و حالا درسته بعضی از مشکلات تو هر خانواده ای هست، و برای من یک لاین اجاره میکردن تا من بتونم تمرین کنم و خودم برای مسابقات بعدی آماده کنم. تقریبا میتونم بگم یه ذره از مشکلاتی بود که من، یعنی سختیایی بود، مشکل نمیشه، سختیایی بود که من در ایران داشتم برای اینکه بتونم تمرین کنم، یا حتی از نظر دارویی باز خودم پول میدادم، یا برای مسابقاتی که شرکت میکردم باز خودمون پول میدادیم در مسابقه شرکت کنیم. یعنی حمایت چندانی از من نمیشد متاسفانه. فدراسیون شنای ایران
یا وزارت ورزش، برای مسئولان ورزشی. بله. به عنوان شناگر ایرانی که رکورد میزدی، آیا حمایتی کردن، جایزه ای دادن، پاداشی دادن؟ نه متاسفانه، من چندی با که مقام قهرمان قهرمانان کسب کردم و بعد از اون که برای ما یک حالا جشن خیلی کوچیکی میگرفتن و مادرم چندی ما رفتن به رئیس فدراسیون شنا ایران گفتن که مریم شیخ علیزاده اولین بانویی که تونسته زیر یک دقیقه شنا کنه و چندین بار مدال قهرمان قهرمانان رو کسب کرده، ولی متاسفانه جایزه‌ای که به من دادن در تهران 5000 تومان بود و شما فرض کنید یک ورزشگاه با این هزینه سنگینی که داره 5000 تومان واقعا یک قسمت از زندگیش هم نمیتونه جبران کنه. و یعنی با 50000 تومان سعی کردن تشکر کنن، قدردانی کنن ازت، اونم برای چه این ورزش پرهزینه ای که سالها شما زحمت میکشین. ورزشی حالا ورزشی که من انجام میدم در بخش سرعتی، یعنی من یک ورزشکار سرعتی هستم، شناگر سرعتی هستم و شناگر سرعتی هم جوریه که شما باید سالها زحمت بکشی برای اینکه بتونی یک صدم ثانیه، سالها مثلا میتونم بگم که یک سال شما باید زحمت بکشی تا بتونی یک ثانیه یا دو ثانیه موقعی که پنجم بشه هم که بتونی کم کنی. به گوشه شد اومدی به آذربایجان؟ تقریبا فکرم سال 2017 بود که مسابقات بین‌المللی برگزار شد و کشور آذربایجان برای اون مسابقه در ایران بودن. و موقعی که من 13 تا رشته رو شرکت کرده بودم و رکورد خب خوبی اونجا زدم، مربی آذربایجان به ما نزدیک شدن که چطور یه دختر ایرانی میتونه که اینجور رکوردهای خوبی بزنه و قوی باشه. و حتی شما هم بدونین هیچ شناگری 13 تا رشته رو نمیتونه توی یک مسابقه که تقریبا 3 روز باشه انجام بده. حتی ما مسابقات المپیک هم ببینید هر شناگر 3 تا یا 4 تا رشته اصلی خودش رو شرکت میکنه. بعدش برای ما یک دعوت رسمی فرستادن و ما اومدیم اینجا و از من تست گرفتن، تست دوپینگ گرفتن، به خاطر اینکه موقعی که ایران بودیم خیلی از ایرانی ها دوست داشتن که از من یک تست دوپینگ بگیرن و حتی به خاطر این موضوع هم خیلی ها پول دادن به فدراسیون که خانم شیخ علیزاده دوپینگ کرده. ولی به اینجور چیزا به نظر من نیست، اون زحمت، اون تلاشی که شما میکنی خیلی از مردم نمیدونن، نمیبینن. و ما اومدیم اینجا مسابقه دادم و دوباره میگم خیلی تستایی گرفتن از من و در این مسابقاتی که من اینجا شرکت کردم 3 تا طلا آوردم و خیلی برایشون جالب بود که به عنوان یک دختر ایرانی دوباره میگم تونستم باز اینجا بیام و خودمون نشون بدم. و بعد از اون ما دوباره تمرین کردیم، تقریبا میتونم بگم 6 ماه تمرین کردم و برای مسابقات 2019 نوجوانان ایوف که در باکو برگزار شد من 100 متر پروانه رو در فینال افتادم و تقریبا میتونم بگم که از رتبه 44 کشور که یعنی کشور آذربایجان رتبه 44 بودن که تونستم رتبه 6 رنگ 6 کشور رو به دست بیارم. رنگشون رو آوردی بالاتر حتی و به همین خاطر مورد توجه قرار گرفتی. اینجا در آذربایجان میخوام خب خیلی صحبت کنیم که چه تفاوت‌هایی داره، اما یه خورده قبل‌تر در پشت سر تو بلد. یعنی اینجا که استخر است، جایی که تو عاشقش هستی، پشت سر تو دریای خزر رو من از همینجا دارم میبینم، دریای مازندران و اون سمت دریای مازندران. طبیعتاً استان مازندرانه که میدونم در مازندران هم زندگی بلد. کردی روزهایی که در مازندران بودی فکر میکردی این مسیر رو شنا کنی و به این آزادی که الان اینجا داری برسی؟ اول از همه خیلی تشکر میکنم از تمام مردم مازندران و واقعا میتونم بگم که نسبت به موقعی که من در تهران بودم خیلی حمایت بهتری کردن از من و واقعا میتونم بگم یکی از بهترین سالهایی که چون من یک سال اونجا زندگی کردم و درس خوندم، بهترین دوستامو تونستم پیدا کنم و یکی از به نظر من بهترین سالهایی بود که من واقعا اونجا زندگی کردم و خیلی انسان‌های مهمان نواز و گرمی هستن و من با یک آقای همیشه یعنی صحبت میکردم و هدفم و آرزوامو بهشون میگفتم و اون آقا به من پیشنهاد دادن که بله و به من پیشنهاد دادن که مثلا بیایم دریا شنا کنیم و اینا و من اون آقا به من میگفتن که بیایم هم یه مسابقه بدیم و اینا و من دریا رو موقعی که شنا میکردم اونا از من عقب میموندن دیگه، من میرفتم و دیگه تقریبا میتونم بگم که توی
روزایی که من حالا اونجا تمرین میکردم سعی میکردم هفته یک یا دو بار در دریا شنا کنم و همیشه اینو در فکر خودم داشتم، یعنی آرزو میکردم خدا، یعنی میشه منم همینطوری به مادرم میگفتم که میشه من شنا کنم همونجا به سمت روسیه یا مثلا آذربایجان برم، و این اتفاقم واقعا برای من افتاد. از طریق همین شنا کردن تونستم به اینجا بیام و دوباره به تمرین و کارم ادامه بدم. خودتون نشون بده در واقع و اون آرزویی که داشتی به خاطر این بود که بیا اینجا با آزادانه تمرین کنی، شنا کنی. آذربایجان کشور مسلمانه، همین روزها که اینجا هستیم عید قربان است، مراسم دارم میگیرم و بسیار احترام میگذارم به مراسم مذهبی مسلمانان چون کشور مسلمانی است. اما در این کشور مسلمان شاید خیلی ها بخوام بدونن که چرا انقدر تفاوت با ایران هست. تو اینجا در کنار پسرها مربیت مرد هست، میتونی شنا کنی و راحت و آزاد باشی. آیا واقعا این راحتی آزادی که من میبینم وجود داره یا هیچ اذیت و آزاری برات وجود داشته که در کنار مردان پسرها داری شنا میکنی؟ یعنی برای میتونم بگم که برای تمام مردم اینجا یک چیز عادیه و به خاطر آزادی عملی که در این کشور وجود داره هیچ کس به کار هیچ کسی کار نداره و هر کسی میدونه که برای چه هدفی اومده در اینجا و برای چه هدفی تمرین میکنه. برای هم من خیلی راحتم و هیچ مشکلی با هیچ کدوم از مربیام ندارم. چی شد که در المپیک انتخاب شدی؟ آذربایجان به هر حال شناگران دیگری هم داره، بگو اصلا چه شد که اون امتیازو کسب کردی که در المپیک بتونی حاضر بشی؟ خب من مسابقاتی که قبلا شرکت کرده بودم مثل مسابقات جهانی یا مسابقات نوجوانان اروپا خیلی خوب، در مسابقات نوجوانان اروپا خیلی خوب از خودم خیلی نتیجه خیلی خوبی نشون دادم و بعدش دوباره در قطر فینال افتادم. خب این فینال افتادن ها باعث میشه که امتیاز شما بره بالا به عنوان یک شناگر و من به عنوان یک دختر آذربایجانی در بین تیم ملی آذربایجان در بین دختران خیلی امتیاز بالایی داشتم و از طرف فدراسیون جهانی شنا منو دعوت کردن که به توکیو برم و تقریبا میتونم بگم که این خبر بعد از مسابقات نوجوانان اروپا در ایتالیا بود، این خبر به من داده شد بعد از یک هفته و من موقعی که شنیدم فقط من روی سن به مربی میگم همینطوری نگاه کردم گفتم واقعا، و بعد از اون خیلی گریه کردم که این خبر رو شنیدم به خاطر اینکه واقعا زحمت کشیده بودم و این 4 سال رو واقعا اینجا دوباره خیلی از سختی‌ها رو به جونم خریدم و تلاش کردم و هیچ وقت تسلیم نشدم و امیدم رو از دست ندادم. حالا علاوه بر ایران خب خیلی از آدم‌ها در ایران بودن که واقعا خودمونی بگم که چش دیدن من نداشتن و خب بعضی از افرادم اینجا وجود دارن متاسفانه، ولی این باعث نمیشه که من دست از هدفم بردارم و به راهم ادامه ندم. تمرکز کن، بهمون بگو چه حسی داشتی وقتی وارد دهکده شدی به عنوان ورزشکار. ورزشکارها بزرگترین رویا آرزوشون همه ورزشکارها این است که وارد دهکده المپیک بشن، بگو چه حسی داشتی؟ خب از اونجایی که یکی از رویاهای بچگی من خب تونستم بهش برسم، یکی از میتونم بگم خاص‌ترین، یکی از بهترین لحظات زندگی من بوده. باورتون نمیشه از موقعی که سوار هواپیما داشتم هیچ داشتم فکر میکردم خدایا دهکده المپیک مثلا چه جوریه و میتونم با خیلی از ورزشکارا اونجا ملاقات کنم، باهاشون عکس بگیرم. و میگم موقعی که من رسیدم از تمام در و دیوار دهکده المپیک کلی عکس دارم و با خیلی از ورزشکارا عکس گرفتم، با خانم کیمیا علیزاده اونجا آشنا شدم و با تقریبا میتونم بگم با خیلی از شناگرا عکس گرفتم در المپیک و همیشه دوست داشتم که موقعی که بچه بودم بدونم که اینا چجوری تمرین میکنن ورزشکارای مطرح دنیا و چجوری مسابقه میدن و حتی چه تمرکزی دارن موقعی که مسابقه رو قبل از مسابقه، و همیشه دوست داشتم بدونم که چیکار میکنن و خیلی خوشحال شدم که این اتفاق برای من افتاد و واقعا به یکی از رویاهایی که حالا میشه گفت یک ذره غیر ممکن بود تونستم بهش دست پیدا کنم. برای رسیدن به این هدف طلای المپیک خب تمرینات سخت رو پشت سر میگذاری، اما قبل از المپیک چه مسابقاتی از کجا شرکت میکنی و هدف چه است؟ خب قبل از المپیک مسابقه که ما در این برش آماده میشیم بازی اسلامی هستن در قنیه ترکیه قرار برگزار بشه و
اگر با توکل به خدا با یاری خدا قرار من در اونجا 4 ماده شرکت کنم به غیر از 2 تیمی، یعنی 2 تیمی شرکت میکنیم و 4 ماده اصلی خودم انفرادیه، 50 و 100 متر پروانه است و 50 و 100 متر کرال سینه است. به خودم خیلی ایمان دارم که میتونم اونجا یک طلای خوشگل برای کشورم کسب کنم و تمام تلاشم دارم که نتیجه خیلی خوبی از خودم نشون بدم. بعد از این مسابقه حالا قراره که ما یک اردوی، حالا تقریبا نمیدونم این اتفاق بیفته یا نه، یک اردوی تمرینی قراره بریم و برای مسابقات آینده که تقریبا 2023 یک مسابقات دانشگاهی داریم که اونم خیلی مهمه، برای اون قراره حاضرشیم بعد از این مسابقات. چه روزا و چه ساعتهایی میای تمرین؟ خب من ساعت تقریبا 7:45 بعد اینجا باشیم و از مسیری که از خونه تا به تمرین میام موزیکایی که خیلی دوست دارم واقعا آهنگای شمالی هستن، اینو از ته دلم واقعا دارم میگم، آهنگای شمالی خیلی دوست دارم، آهنگای آذری و برخی از آهنگای پاپ و رپ هستن که خیلی واقعا دوست دارم اونا رو. و در این مسیری که باز میام به خونه نه به تمرین، هم موزیکا رو گوش میدم و تمرینم ساعت 8 صبح شروع میشه تا تقریبا ساعت 11:00-11:30، موقعی که تمرینم سنگین باشه 12:00-12:30 تموم میشم. و حتی خیلی وقت شده که انقدر تمرینم سنگین شده حتی گفتم مثل یک دیگه مثلا به حالت شوخی میگم دیگه این کمپوت گوجه فرنگی شده، این کمپوت شدن دیگه، چون واقعا خیلی چون هم تمرین فیتنس انجام میدی، بدنسازی و بعد میای استخ 6 روز در هفته صبح میای و بعد از اون هم دوباره از 4 تا حدود 8. من بعد از بدنسازیم خب یک میامده خیلی کوچیکی مثل یک موز یا یک شکلات تلخ که انرژی داشته باشم بقیه تمرینامو ادامه بدم. مریم، شنا ورزش بسیار پرهزینه ایه و غالب ورزشکاران هم در رشته‌های مختلف معمولاً اسپانسر دارن، یا تو اسپانسر هم داری؟ نه متاسفانه، تو موقعی که در ایرانم بودم چندین بار اقدام کردیم به خیلی‌ها که اسپانسر من بشن و متاسفانه اسپانسری نداشتم در این وقت. تمام هزینه‌هایی که من تا تونستم به اینجا برسم و این همه زحمتی کشیدم تمام پدر مادرم بر من تهیه کردن و خیلی متشکرم از هم پدرم هم مادرم به خاطر حمایت‌های خوبی که واقعا انجام دادن. و الان چی؟ الان آیا اسپانسری هست؟ نه متاسفانه اینجا هم اسپانسری ندارم و خیلی دوست داشتم که یک اسپانسری پیدا شه و حالا یک قولی هم میدم که اگر یک اسپانسری بر من پیدا شه 100% خب تمام تمرکزم میذارم فقط روی تمرینم و خب دیگه فکری به برخی از چیزهای دیگه نمی کنم که خب ذهنم آزاد میشه و تمام تمرکزم فقط رو شنا میذارم تا بتونم فقط فکرم به مسابقه و اول بودن باشه. بعضی مواقع هم حتی دوست دارم برای فکرهایی که حالا برای آیندم دارم و هدفهایی که برای آیندم دارم توی دفتر اونا رو بنویسم و حتی بعضیشون رو نقاشی کنم و یکی از هدفهای اصلی من حالا بعد از المپیک اینه که یک بخشی از جایزه‌ای که حالا یک بخشی از هزینه یا مبلغی که از مسابقه که حالا تونستم به دست بیارم صرف خیریه یا بچه‌ای که واقعا نیاز به این پول دارن. و خب شما می‌دونید که بچه‌ای که سرطان دارن خیلی هزینه‌های درمانشون واقعا سخت و طاقت فرساست و خیلی از والدین نمیتونن، قدرت اینو ندارن که اونو تهیه کنن. و یکی از هدف‌های اصلی مالا برای آینده انشالله این که بخش از هزینه‌های در واقع خیریه انجام بدی برای این بچه‌های خیلی مهربون رو بتونم تهیه کنم، بله تامین کنم. خیلی ممنون از این که در این گفتگو با تمام خستگی‌هایی که وجود داشته تو این چند روزی که به شخصی دیدم که چقدر سخت تمرین می‌کنی، از جمله امروز صبح حاضر شدی صحبت کردی، از خودت گفتی، اینکه مردم ایران بیشتر تو رو بشناسن به عنوان اولین زن شناگر ایرانی تاریخ المپیک که البته زیر پرچم کشور آذربایجان در المپیک حاضر شدی. اگر حرفی سخنی مونده که دوست داری بگی با مردم ایران، با کسانی که نگاهت میکنن و دوستت دارن مطرح کن. اول از همه خیلی خوشحالم که با ما یه دختر ایرانی تونستم بعد از 43 سال این تلسمو بشکنم و قول میدم به تمام هموطنانم که بتونم اون آرزویی که واقعا همه دارن بتونم در المپیک 2024 بله 2024 واقعا به اون آرزو برسم و همه رو خوشحال کنم و براشون آرزوی موفقیت دارم.
ما هم برای تو آرزو موفقیت داریم. ممنون از مریم شیخ علیزاده کنار استخر در این گفتگوی ویژه شرکت کردیم. ممنون هستم. خیلی ممنونم.